تو این درس یه مقدار بیشتر جزئیات مدیا منیجر صحبت میکنیم. اولین و مهمترین نکته که شما در مورد مدیا منیجر باید بدونید اینه که روی فایل هایی فقط کار میکنه که شما توی براوزر انتخابش کردید. یعنی فقط اون چیزهایی که اینجا توی براوزر شما انتخاب شدن تحت تاثیر مدیا منیجر قرار میگیرن و این اتفاق روشون انجام میشه. به طور مثال من اگه الان اینجا این 6 تا رو انتخاب بکنم بیام توی مدیا منیجر و باز بکنم، شما میبینید که نوشته مثلا اورجینال 513 مگ، حالا مودیفای 469 مگ، ولی اگه فرضاً دو تا از اینا رو انتخاب بکنم و بیام اینجا شما میبینید که اورجینال 48 مگ و مودیفای 47 مگ. علتش همونطور که گفتم اینه که مدیا منیجر فقط روی چیزهایی تاثیر میذاره که توی براوزرتون انتخاب شدن. به طور مثال ممکنه شما فقط همین یه دونه سکانستون رو یا فقط سکانس PF رو بخواید خروجی بگیرید و جای دیگه بفرستید و بخواید مثلا کپی کنید، موو کنید یا ریکامپرس بکنید. پس طبیعتاً فقط روی همین سکانس و ملحقات اون کار میکنه. اگر نه بخواید فرضاً تمام این فایل هایی رو که اینجا دارید ریکامپرس کنید، مثل همون چیزی که توی درس قبل خدمتون گفتم یه فایل 4K سینمایی رو بخواید تبدیل بکنید به یه فایل HD یا حالا DV، میتونید از اینجا همه اونها رو انتخاب بکنید و بیاید توی منیو منیجر. خب این اولین نکته مدیا منیجر بود و شاید یه جورایی مهمترینش. حالا بیایم اینجا ببینیم این آپشن هایی که داریم چه قابلیت هایی دارن. از اولی که کپی شروع می‌کنیم، کپی همونطور که شما می‌بینید اینجا یه عنوانی داره به اسم include render files که همین عنوانه. اگر شما این رو فعال بکنید فایل های رندر شده هارد شما رو هم توی اون مقصد میذاره، اما اگر اون رو آف بکنید دیگه فایل های رندر رو براتون نمیذاره. توی کامپیوتر مقصدتون بعد یه بار دیگه فایل ها رندر بشن. توصیه من اینه که اگه میخواین کارو برای اینجای خروجی بگیره، کامپیوتر خیلی قویه و خیلی از دستگاه خودتون قوی تر، نیاز به محاسبه مجدد شما نمیبینید که، یعنی نیاز باشه که فرضاً 2 ساعت حالا یا دوباره بخواد رندر بکنه، میتونید این رو آف بکنید. ولی اگه کامپیوتر مقصدتون کامپیوتر زیاد قدرتمندی نیست و ممکنه زمان رندر زیادی نیاز داشته باشه، میتونید این رو آن بکنید. عنوان بعدی include master clips outside selection. شما ممکنه اینجا یک تعداد تصویر و یک تعدادی سکانس انتخاب کرده باشید. حالا یک سوال اینجا به وجود میاد، فرضاً ممکنه یک تصویری توی این سکانس استفاده شده باشه که مثلا توی این عکس ها باشه، مثل همون چیزی که من اینجا استفاده کردم، اما توی سلکشن ما نباشه. همونطور که توی چند لحظه پیش خدمتتون گفتم سکانس هایی که شما انتخاب میکنید ملحقاتشون هم کپی میشن. علتشون اینه که خب ناقص نمونن. چیزی که شما اینجا میبینید include master clips outside selection برای همین کاره، یعنی تصاویری که خارج از انتخاب منن، این حالا انتخاب من فقط این هاست، ولی یه سری تصویری که مربوط به این سکانس میشن رو هم برای من کپی کن. delete unused media میاد فایل های شما رو که استفاده نشدن توی کلیپتون پاک میکنه و اگر بخواید میتونید use handle رو استفاده بکنید و از ابتدا و انتهاشون یه مقدار بیشتر براتون میذاره. یه نمونه اینجا من میتونم براتون مثال بزنم، شاید یه خود پیچیده بشه. ببینید شما اینجا ما یه تصویر داریم که فقط از اینجا تا اینجاش استفاده شده، از اینجا بعد استفاده نشده، اینجا قبل هم استفاده نشده. شما میتونید بیاید بگید قبل و بعدش رو کاری نداشته باش مگر این چند لحظه یا چند ثانیه که من بهت میگم، هندلی که شما انتخاب میکنید و بهش زمان میدید. میتونید بگید فقط همین یه قسمت رو برای من ریکامپرس کن یا موف کن، به غیر از یک ثانیه اضافه ته و سرش. علت این یک ثانیه اضافه اینه که بعداً شما امکانی داشته باشین که یک کار کوچولو اگه خواستی در حد چند فریم روش انجام بدید. البته شما میتونید اینو مثلا بزنید 3 ثانیه یا 5 ثانیه یا هر عددی که مورد نظر خودتونه، ولی هندل خب قاعدتاً نباید خیلی طولانی باشه یا بی‌معنی اگه خب خیلی طولانی باشه، چون شما اصلا کل کلیپ رو خروجی میگیرید به جای اینکه فقط این تو آوتش رو خروجی بگیرید. یکی از عناوین دیگه که ما اینجا داریم، من اگه برم توی کپی فعال میشه، include affiliate clips outside selection. خیلی شبیه به همین master clips، تقریبا همون کار رو انجام میده با این تفاوت که
شما شاید یه خورده سخت باشه توضیح این مستر کلیپ تفاوتش با افیلیت کلیپس. اگر میخواید کلیپ هاتون همشون همراه پروژهتون باشن، این دوتا رو چک باکس رو فعال بکنید. من اینجا هندل رو هم خاموش میکنم. اگر شما ساب کلیپ درست کرده باشید مثل اینجا، یا از یک کلیپ چند تا ساب کلیپ درست کرده باشید، فقط یک دونه مستر کلیپ براتون میسازه. به طور مثال میگم این قضیه یه خورده داره پیچیده میشه، ولی خب فرض کنیم که شما اینجا یک سکانسی دارید. اجازه بدید من یه سکانس جدید درست بکنم، اسمش رو میذارم مثلا مستر و این تصویر رو اینجا درگ میکنم. شما همونطور که میبینید این فایل یه صدا همراهش هست. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما این صدا رو حذف بکنیم، یک صدای دیگه جاش بیاریم که بخوایم باش سینک بکنیم. مثلا اگر من بتونم اینجا چیزی پیدا بکنم توی موسیقی، حالا فرضاً من همین تصویر رو، همین صدا رو، معذرت میخوام، میارم و اینجا ادیت میزنم، پاکش میکنم، این دوتا رو انتخاب میکنم، کامند الو میزنم که در واقع همون لینکه که این دوتا به هم وصل بشن و دیگه از الان بعد این دوتا با هم یک کلیپ مستقل و مجزا هستن و من میتونم باشون کار بکنم. اما اگه بخوام تو براوزر داشته باشمشون، میتونم بیام اینجا یه فولدر درست کنم به اسم، ببخشید سکانس جدید درست کردم، بین جدید به اسم سینکت مدیا. و حالا روی این پلان دابل کلیک بکنم بیارمش توی سینکت مدیا. حالا اگر شما اینجا رو نگاه بکنید یه اتفاق بامزه میفته. سینکت مدیای من که این تصویر پاریس همراشه با صدایی که خودم آوردم و سینک کردم باهاش، یک کلیپه به عنوان مستر کلیپ و یک کلیپ دیگه هم اینجا ما داریم که این تصویره با یک صدای کاملا متفاوت. اینم یه مستر کلیپه. حالا من اگر بخوام هم این مستر کلیپ هم بمونه سر جاش، هم این یکی، حتما باید اون عنوانی که شما دیدید که include master clips و include affiliated clips رو فعال بذارم که هر دوتاشون کپی بشن، وگرنه فقط اون که مستر اصلیه رو کپی میکنه. شما همونطور که دیدید توی فولدر موویز من یه مستر اصلی وجود داشت، فقط اون رو کپی میکنه. عنوان بعدی که شما دارید base media file names on existing file یا clip names. existing file names میاد از اسمی که توی هاردتون داره استفاده میکنه و کلیپ نیم اون چیزی که اینجا شما براش تنگ کرده باشید و براش استفاده میکنه. ممکنه اینجا شما یه اسم دیگه بهش نسبت داده باشید. به طور مثال ممکنه شما اینجا به جای اسم پاریس ایفل دان بزنید فرزن پاریس ایفل سانشاین. عنوان آخری که ما اینجا داریم duplicate selected clip and place into a new project. اگر شما بخواید فقط یک سری کلیپتون توی پروژه جدید قرار بگیرن، میتونید اون رو فعال بکنید. یعنی کلیپ هایی که انتخاب کردم رو جدا کن و بذارشون توی پروژه جدید. اگر نخواستید میتونید اون رو آف بکنید. البته اگر شما میخواید کار خروجی بگیرید و پروژهتون رو هم همراه کار باشه، بد نیست که این رو آف آن بذارید معمولا. خب توضیحاتی که داده شد توی تمام موارد به یکسان عمل کردی یکسان داره. مثلا کپی، موف، ریکامپرس، یوز اگزیستینگ و کرییت آفلاین. کرییت آفلاین شما خیلی از این عناوین در موردش بیکارن، یعنی در واقع فانکشن و عمل کردی ندارن، اما نمیدونم چرا فعالن. حالا شما میتونین غیر فعالشون بکنین. یوز اگزیستینگ شما همونطور که تو قسمت قبلی گفتم خیلی خطرناکه. همونطور که شما میدید اینجا باز این عناوین خودشون گری آوت شدن و تیک خوردن، یعنی این اتفاقات انجام میشه و فقط شما قابلیت آن آف کردن این یه دونه رو دارید و این یکی رو.
ریکامپرس شما خب قطعا یکی از مهمترین مواردش اینه که به چی حالا ریکامپرس بکنم حالا که میخوام تغییرش بدم. ممکنه شما بگیم مثلا آفلاین آرتی فوتو جی پی که همونطور که میبینید حجمش خیلی کمتره و خیلی کوچیکتر هم از کیفیت خیلی پایینتری به هر حال استفاده میکنه. دیگه اون تبدیلی که شما میکنید از اینجا میتونید تعیین بکنید و اون به میل خودتون بستگی داره که چه چیزی رو به چه فرمتی تبدیل بکنید. موو و کپی هم که آپشن خاصی ندارن همونطور که گفتم. این موارد در مورد تقریبا تمام این 5 تا به یکسان هست. خب این هم از میدیا منیجر.